نظریه آرامش دوستار تحت عنوان دینخویی ایرانیان است در ریشه های نظریه وضعیت ایران معاصر آرامش دوستار چه گفت و از او چه میراسی به جا میماند؟ میان فرهنگ دینی و امتناع تفکر رابطه ای علی از آن سو به این سو وجود دارد به این معنا که فرهنگ دینی مطلقا علت است و امتناع تفکر مطلقا معلول آن معنایش این است که وقتی آنچه از دین می تراود در نمودارهای فرهنگی افشانده و تقدیر شد در این نمودارها باز تافت و از آنها پیکر فرهنگ دینی را ریخت آنگاه خود این پیکر فرهنگی از پدید آمدن یک مزاحم منحصر به فرد باید جلوگیری کند اندیشیدن این نقلی است از کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی آرامش دوستار فیلسوف ایرانی که به تازگی در آلمان درگذشت با چنین بیان سریحی الهام بخش جمعی از روشنفکران غیر دینی شد که مشکل را بسیار بنیادی تر از تن دادن ایرانی ها به حکومت دینی می چرا که از نظر آنان تا تفکر در ساحت فرهنگ ایرانی ممتنع است چنین پیشامدهایی ناگزیر خواهد بود آیا چنین است برای بررسی آرای آرامش دوستدار آرش جودکی پژوهشگر فلسفه در بلژیک و سالور ملایری پژوهشگر مطالعات فرهنگی در لندن را دعوت کرده ایم. خیلی خوش آمدید. آقای جودکی به ما بگید منظور آرامش دوستار از امتناع تفکر در ساحت فرهنگ دینی ایرانی چیه؟ اگه من بتونم تو این چند دقیقه هست بخوام یه نگاه گذرایی به روند زندگی دوستدار داشته باشم اینه که آرامش دوستدار سال 55 یک استاد فلسفه است دانشگاه تهران اگر انقلاب نمیشد که استاد فلسفه توی دانشگاه تهران میموند چون که دوستدار آدمی بود که این کار خیلی دوست داشت خیلی دوستش با شاگرداش سر و کله بزنه اما انقلاب اسلامی باعث شد که این از خودش بیرون بیاد و فیلسوف بشه چرا چون سال 55 در یک کادر خیلی خیلی محدود دانشگاهی ما باید همیشه برگردیم که دوستدار یک فیلسوفه و باید در کادر دانشگاهی پی گرفته بشه و امیدوارم یه روز این چنین پیش این چیز پیش بیاد اما سوال اصلی دوستا سال 55 برای این بوده که متوجه میشه که دانشوش چه چیزای بنیادی رو نمیدونن یعنی بینش دینی یا دید علمی چه فرقی داره و از اون ور دید فلسفی چیه این کتابی که می نویسه یک قسمت پایانی داره که نوشته نشده اون اتفاق قسمت فلسفیه در حقیقت دوست دار بدون اینکه خودش به فهمش آدم فهمیده بوده متوجه میشه که از فلسفه نمیشه خارج از فلسفیدن گفت یعنی ما باید بفلسفیم نه اینکه از فلسفه بگیم و این همزمان میشه با انقلاب و این انقلاب باعث میشه که یک پروژه اصلی که شما اسمش بودین امتناع تفکر در فرهنگ دینی رو شکل بده امتناع تفکر در فرهنگ دینی یعنی چی اول اینکه تعریف فرهنگ چیه تعریف فرهنگ برای دوستدار یک کلیتیه که با بر پایه اون کلیت ما میتونیم یک سری جامعه رو با هم هم خانواده بدونیم و در هم عین خیشاوندیشون اونها رو از هم بتونیم جدا کنیم اما فرهنگ دینی فرهنگ دینی فرهنگی که کلیتش تسخیر نگرش دینیه یعنی هموندان این جامعه رستگاری آن جهانی خودشونو در گروه سرسپردگی به یک ساحت فراانسانی انسانی میدونن و, در و اون ساحت فراانسانی انسانی رو پایه و مرجع تمام ارزشگذاری های خودشون میدونند و داور کارهای این جهانیشون میدونن و وقتی چنین باشه این نگرش که اعتقاد به باور دوستدار در تمام روند در تمام فرایند جامعه پذیری یک هموندان این جامعه شک میگیره هموندان یعنی شهروند, شهروند. شهروند. یعنی عضو برد. جامعه. اعضای یک جامعه اعضای جامعه شک میگیره و اینو در نمود خودش فرهنگ دینی که پرسشی که از میذاره کنار چون حقیقتش حقیقتیه که نباید به پرسش گذاشته بشه و چون امکان پرسش رو ممتنع میکنه تفکر رو ممتنع میکنه تفکر رو ممتنع میکنه چون <applause> تفکر باید اون پرسشگری رو تا پیش ببره و در تمام اون نموداش خودشون نشون میده نمودای حسی عاطفی اخلاقی حتی علمی و این میار نگرش دوستا میشه اون مثالی که شما زدید اون گفتاوردی که آوردین درباره رابطه بین فرهنگ دینی و امتناع تفکر از همینجا ریشه میگیره اگه و در همین مرحله وقتی به اینجا میرسه کار دوستار به عنوان یک فیلسوف اینه که از این ظلمت اعتقاد ما رو رهایی بده در نتیجه همیشه میگن که همه فیلسوفا در حاشیه افلاطونن همه فیلسوفا در این حاشیه قرار میگیرن می جمله دوستار شما میدونید که در کتاب هفتم پولیته یا چیزی که به جمهوری ترجمه کردیم به اشتباه سقراط یک مثالی میزنه به اسم اسطوره اسطوره قار و این صوره ف... قار که افلاطون در واقع در ولی تیه توی اون گفتگو این مثال می‌زنه میگه فکر کنید یه سری آدم هستن که از تو... از کودکی وقتی به دنیا اومدن اینا به زنجیرن و همه به هم به زنجیر بسته شدن و فقط میتونن جلوی خودشونو ببینن در درون یک در درون یک قاره ولی پشت سر اینا یک منبع نور هست و یک گذرگاهی هست ادمایی از اونجا میگذرن و با خودشون یک پیکره هایی از چوب ساخته شده که شبیه آدم یا حیوان و چیزای دیگه است جانداران و تمام زندانیان این قار فقط اون سایه ها رو میبینند و صدایی که از اونها میشنون بین, بین این دو تا پیوند برقرار میکنن حال فکر میکنه سقرات این مثال میزنه یکی از این زندانیان شانس بیاره که از اونجا رها بشه و بیاد ببینه که ای این چیزی که تا حالا خیال میکردن واقعیت واقعیت نبوده بلکه این از یک سرچشمه دیگه شکل میگیره بعد مرحله بعد اینه که از اونجا بره بیرون و بیاد در هوای آزاد و تازه ببینه که خورشیدی هست که همه این نور رو از این ها. پیش میاد و مرحله آخر که این برگرده برگشتنش برگرده و با اونها که در اون قار هستن اینجا میشه در حقیقت وظیفه یا بتونیم بگیم وظیفه یک فیلسوف که برگشتن به و آرامش دوستار خودش رو چنین فردی میدونه که با کسانی که درون این قار هستن و فقط اشباه رو روی دیوار میبینن و نمیدونن چی میگذره بیرون حرف میزنه بله فارسی نمینوشت اگه غیر از این بود میرفت یه کار دیگه میکرد چون که فلسفه به آلمانی خونده و اینقدر هم دیگه انقلاب ایران باعث شد که این احساس کنه که اومده بیرون و شاید باید حرف بزنه با اونهایی که, که درون هستن چیزی که بر اضافه میکنه اینه که در نیچه وقتی شما بر میگردید در تمام داستان افلاتون همینه که وقتی که بر میگرده طرفی که از زنجیر رهایی پیدا کرده نیاز به یک آموختگاری داره نیاز به یک عادت کردن به نور داره چون تا وقتی میرسه همون چیزایی که پیشتر دیده بوده رو واقعی تر میدونه از چیزای واقعی که الان میبینه در هر مرحله اینجا اون چیزی که بهش میگن آموزش آموزش و این پرورش کار دوستا بوده با این تفاوت چیزی که به افلاطون اضافه میکنه اینه که در تمام استوره حاکم بر تمثیل قار دیدن و نوره بینش و نور طبعا. اما دوستار چیزی که اضافه میکنیم که در ظلمت اعتقاد ما حتی نمیتونیم ببینیم در ظلمت اعتقاد جایی درون در قار حتی نمیشه, نمیشه دید. دید. و بس. چون که بنیان دید، بینش دینی بر شنوشه یعنی شما حرف شنوی باید داشته باشید. آقای ملایری شما نقد میکنی آرای آرامش دوست رو ما بگید این نقد رو از کجا آغاز میکنی من این نقد رو از نگاه ذاتگرایانه به فرهنگ در تفکر آرامش دوستار آغاز میکنم همونطور که مهمان محترم توضیح دادند اگر من خلاصه کنم تز دوست رو اینه که ما ایرانیان حالا این ما ایرانیان رو راجبش صحبت میکنیم که از زمان باستان هست تا امروز یک امر ثابتی است فرهنگمون دینی هست به طور کلی باز از زمان باستان تا امروز و چون درون فرهنگ دینی نمیتوان فکر کرد فکر کردن ممتنعه حالا این هم باز یک تعمیم بخش و یک حکم کلی است پس ما ایرانیان نمیتوانیم بیاندیشیم یعنی اون تمثیل قاری که آقای دکتر گفتند بحث سر این هست که حتی یک معرفت نورانی روشنگری نیست که حالا یک نفر امتیاز اینو داره که پرتوی از این معرفت رو بگیره و به کسانی که در بلاحت و نادانی و نمیتوانن فکر کنن این رو به بحث سر این که حتی اون نور خارج از این قار هم چون دینیست و, و... زاینده نیست از فکری اون هم قرار نیستش که راهی رو جلوی ما گشوده کنه. بنابراین فرهنگ نزد آقای دوستار تبدیل میشه به یک ذات فرا تاریخی فرازمانی و در حقیقت متکی به جامعه نیست، متکی به بافت زمانمند و مکانمند نیست، مناسبات قدرت رو در نظر نمیگیره. پویش ها و دینامیزم ها حالا این پویش ها و دینا دینامیزمها ها هم درون دین هم در نسبت دین با سایر حوزه دیگر اجتماعی از جمله فلسفه و ادبیات و فقه و غیره حتی این راه رو را هم در نظر نمیگیره یک امر پیشینی به نام دینخویی و امتناع تفکر رو در نظر گرفته کل تاریخ رو بر این اساس تعریف میکنه در یک کلان روایت و طبیعی است که مثال هایی هم میاره که منطبق هستند با این پیشینی یعنی میگه که ما ایرانیان نمیتوانیم بیاندیشیم بعد ما میپرسیم آقا این حکم کلی از کجا اومده میره مثال هر دفعه میاره چه حالا یک دو سه چهار مثال هایی چه های؟ شروع میکنه یعنی مثال خب مثال هایی که میاره از ناصر خسرو هست تا رازی هست ابن سینا هست ابن ولی در مورد رازی محمد ابن زکریای رازی مثالش در واقع مثال نقضه بنابراین شاید آرامش دوستار به کلی نمیاد تمامی چهره های فرهنگی، فلسفی و چهره های حتی ادبی رو از این نه خیر اینطور نیست ایشون رازی رو استثنا میبینه یه کورسو میبینه که دیگه هم نقشی بازی نکرد و فراموش شد یعنی رازی یک یک امر استنساس که اصلا وابسته به اون فرهنگ نیست در, در پیوند خیام هم عمر خیام هم حرف میزنه میگه که و یه قیاس جالب داره میگه که در شایدی که حافظ ما رو فریفته میکنه با صناعتش خیام میاد حقیقت عیان و اوریان رو پیش ما در واقع به سمت ما پرتاب میکنه و ما رو میخکو میکنه خب اجازه بدید من دونه دونه اینا رو بررسی کنم راجب راضی اون چیزی که باعث میشه آقای دوستار شیفته این بشه به خاطر اینکه بر اساس بینش امروزین و متکی بر سوبجکتیویته سوبجکتیویت روشنگری مدرن آقای دوستار که ایشون این سوبجکتیویته عقل به صلاح پرسشگر خود بنیاد رو میگیره بر اون اساس میاد قرون وستار رو هم حتی قضاوت میکنه بر اون اساس راضی میشه استثناء چون که خداوند رو خالق نمیدونه صورتگر میدونه به خاطر اینکه به قدیم بودن جهان باور داره به خاطر اینکه نبوت رو زیر سوال میبره یعنی در حقیقت راضی به خاطر اینکه ضد دین بر اساس تفسیر شخصی آقای دوستدار حساب میشه میشه امر استثنا نه فلسفه و، نه به خاطر اینکه فیلسوفه و پرسشگره یک دو در مورد خیام و حافظ که ایشون خیام رو میگه جسارت پرسشگری درون خود این فرهنگ دینی داره که در حقیقت میگه این جهان ناملایمات و ظلم و, و بیادالتی زیاد داره و بعد میگه پس این چه جور صناعت الهی هستش که مادرش قرار داریم و حافظ رو میگه که نه در صناعت شعری گرفتاره این هم آسیب شناسی دیگه آقای دوست داره که به حدی نخبه گراست به حدی پرسشگری حالا فلسفی رو آرمانی و ایدالیستی کرده که اساسا شما اولا ما ازای تاریخی این رو خیلی سخت میتونی پیدا کنی یک دوم من که این تفکیک شیک و تمیز و مطلق گرانه ای که بین علم و دین و فلسفه کرده بین خیام محافظ کرده و بین خیام حافظ کرده باعث نمیشه که دوستدار چیزهای مهمی مثل سیاست ادبیات سیاست هنر و فرم ادبی رو هم وارد قضیه کنه و نقش اینها رو در ایجاد در بست و توسعه ذهن و سوژه بررسی کنید یعنی شما حافظ رو مثلا نگاه میکنید میبینید حافظ یک چند صدایی و یک گفتگو محوری در غزلیاتش هست بین تمهای گزاره های مختلف فکری الهیاتی فرهنگی و حتی سکولار دوستار این رو نمیبینه و یه دینامیزم می ایجاد میکنه که اتفاقا مخاطب ایرانی ذهنش رو فعال میکنه ذهنش رو به اندیشه وامی داره آقای جودکی ذهن مخاطب رو فعال کردن یک چیزه در چه چی کادری این ذهن فعال میشه یک چیز دیگه است شما سعی میکنید موردی برخورد کنید و بعد با یک اتفاقا با یک دید کلی که فرهنگ چیه جامعه چیه و تاریخ چیه نگاه کنید و میگین این تاریخی نیست یا فراتاریخیه این اصلی ترین شاید بشه گفت تم اصلی منتقدان آرامش دوستاره که فراتاریخیه ایده هاش نظریش و شما وقتی راجع به دین صحبت میکنید دین رو در بستر تاریخی نمیبینید یا به فرهنگ ایرانی صحبت میکنی معلوم نیست این فرهنگ ایرانی دچار تطور شده، نشده، در چه دوره ای به فرهنگ یونانی هم همینطور فرهنگ یونانی اون بالاست، تمجید میشه ازش ولی خیلی چیزها دیده نمیشه در فرهنگ یونانی میگه انسان یونانی میتونه خدایان رو به چالش بکشه و این رو وقتی میاد مثال در مودش میزنه به تراجدی یونانی ارجاع میده در صورتی که تراجدی یونانی اونهایی که خوب یونان رو میشناسن و اهل نقد ادبی هستن میگن انسان بزرگتر از انسان موجود رو میآفرینه انسان موجود کسی نبود که خدایان یونانی رو به چالش بکشه اون چه که در تراجدی یونانی بود این بود و اینها رو اشتباه گرفتن با انسان یونانی به گمراهی می انجام تمام, سال برنامه ریزی بودی که تراژدی اون سال چی نشون بدن یعنی آدما انتخاب می شودن. یعنی تراژدی مهم بوده خیلی مهم بود یعنی ولی این انسان بودن. یونانی رو با انسان تراژیک در نمایش های نمای یونانی که یکی نمیکنه نه خب ولی این جزء چیزی بوده که به آموزش مردم یونان بوده یعنی فکر کنید ده. یونان رو در بستر تاریخیش آرامش دوستار دیده ببنید. اجازه بدید شما چون که وارد بحث چیزی شدید من میخواستم کلی تر بگم بحث. در اینه که همه اون نقدی که شما میگید ببینید یک نگرش خیلی خیلی عمیقی هست که شاید دوستا بهش نپرداخته و این اینه که یک جامعه تاریخ یک مجموعه ی جامعه تاریخ با خودش تمام دریافتاش از زمان مکان الیت رو میسازه اون دریافتی که از تاریخ بر علت وجودی این جامعه تاریخ، این جامعه تاریخ ماتریس همه چیزه و این جامعه تاریخ یک جامعه ها رو از هم جدا میکنه اون وقت نمیشه با اینا رو با هم مقایسه کرد و این جامعه تاریخ رو این سعی میکنه جامعه تاریخ خاصی که با این فرهنگ برپایی نمودایی که میشناسه بررسی کنه اگه اجازه بدین من در ادامه صحبتی که شما میکنید معلومه که رازی استثناست رازی خیلی خیلی استثناست نه به علت اینکه دوستدار میدونه که سوبژکتیویته بوده این چیزی باشه برای اینکه مفهوم فلسفه اسلامی بر پایه یک اشتباه بنا شده و دو... راضی تنها کسی که اینو در برابر این وای میسه اینکه تمام فلسفه اسلامی چیزی که بهش میگن فلسفه اسلامی اینو دوستار فقط نمیگه که شما خیال کنید دوستار چیز بوده اینو عبدالجواد فلاتوری که خیلی مسلمان معتقدیه نشون میده که به علت گذر اندیشه یونانی در فلسفه اسلامی به اینکه این فیلسوفای فلاسفه مجبور بودن تمام اون باورهای یونانی رو منطبق کنن با اون چیزی که قرآنه این یه چیزی به وجود آورده که خیلی خیلی چیز پادر هواییه مفهوم ابدا من مفهوم ابدا برای اینکه شما حساب کنید مفهوم کلیدی یونانی اینه که هست نیست نمیشه و نیست هست نمیشه و این تر... در این چیزی که شما بهش میگین فلسفه اسلامی بر پایه اینه که نشون بده که جهان قدیمیه ولی آفریده شده بله و این تناقض رو محمد ابن زکریای رازی بر نمیتابه نه تنها بر نمیتابه بلکه فیلسوفه بله. محب... یک چیز دیگه در برای پی... پیامبری زده پیامبری بله. پیامبری یعنی بین آدما اختلاف ایجاد یادن. بله آیه ملایری شما گفتید که در ابتدای صحبتاتون فلسفه آرامش دوستار یا نظری آرامش دوستار فراتاریخیه یه بیان دیگه این نقد اینه که آرامش دوستار فراموش میکنه که آدم ها انسان ها هستن که دین رو میسازن نه اینکه دین آدم ها رو میسازه ولی این نقد وقتی تقلیل گرایانه به نظر میرسه که ببینیم دین هم انسان ها رو میسازه دین هم ذهنیت ها رو شکل میده حتی دین روند های عینی و مادی رو تغییر میده و به این معنا چنین نقدی از آرامش دوستار خیلی محکم به نظر نمیرسه صح... آرامش دوستار نمیاد اینطور صحبت کنه سیستماتیک نگاه نمی کنه ذاتگرایانه و علی... علی... علی معلولی مطلق نگاه میکنه میگه که ده... تفکر برای انسان دینی ممتنع نمیتونه انسان دینی فکر کنه ما ایرانی ها دینی هستیم ما نمیتونیم فکر کنیم نمیتوانستیم و نخواهیم توانست یک نگاه یک جبر باوری و یک فرجام گرایی خیلی تند تیزی داره آقای دوستدار که یک سلبی افراطی به وجود آورده اصلا شما امکان ها امر متفاوت گسست ها پویش‌های های درونی هر گفتمان رو وقت بر اون اساس نمیتونی بر اساس بافت تاریخی و مناسبات قدرتی که هر کدوم از این دیسکورس‌ها ها در شکل یعنی شما معتقد هستید آرامش دوستان رو بخونید هیچ مفری نخواهید یافت برای اینکه نه نه اون چیزی که هست یک سری استثناءاتی است که یک سری آدم نخبه امتیاز این رو داشتند که در یک چون خود آقای دوستار خیلی آخ... آخر و زمانی میبینه اون بله. پرسشگری ناب فلسفی و یعنی در یک ناب هنگام آخر و زمانی یکی از غذا خیلی پیامبرگونه میاد و ناگهان پرسشگری میکنه من... من... من, فقط یک نکته ای رو بگم بله. اولا برای تحلیل آقای دوستار اینکه بیایم مثال ها رو دونه دونه بحث کنیم تا اون وقت نقد کنیم آقای دوستار رو به جایی نمیرسه باید اون امر پیشینی اون نگاه کلانی رو که آقای دوستار نسبت به فرهنگ و دین داره رو بحث کنیم بله. چون آقای دوستار اون رو پیشینی فرض میگیره بر اون اساس مثال میاره گزیده قبول دارم وقتی کتابی مثل امتناع تفکر در فرهنگ دینی رو میخونید غالبا فکر میکنید راه حل نیست مفری نیست ولی وقتی دقیق شیم در لابلای سطوری که آرامش دوستار می‌نویسه میبینیم یه جاهایی یه مفرایی رو باز میگذاره یا حتی یه مفرایی رو در گذشته میبینه که ضرورتا استثناعات نخبگانی نیست یعنی مثلا زکریای رازی نیست یا عبدالله روزبه نیست مثلا یه جایی میگه که من و این نقل مضمونی تا حدی میگه من مد نظر ندارم تعداد انگوش شماری دیندار را که دینداریشان را به حوزه خصوصی بردند گویی در واقع وقتی حکم میده در مورد دین خویی ایرانیان و ناپرسندگی ایرانیان به قول خودش اینها رو مستثنا میکنه به این ترتیب میگه در میان انگوش شماری ایرانیان دیندار شاید بشه حدی از پرسشگری دید البته روی این مکس نمیکنه رد میشه <applause> یا یه جایی <تصفح> <تصفح> جلوتر بله یه جایی جلوتر وقتی صحبت از راه حل میکنه در واقع میگه که وقتی ما از خود برون بیایم و پرسش از خود بکنیم میشه گویی در واقع میگه این از شرایط عبور از امتناع تفکره م... یعنی میخوام بگم در که چه اتفاق در چه, در چه زمینه ای در چه شکل از ساختار اجتماعی این اتفاق میفته این نگاه به شدت ایدئالیستی و خیلی به سلام متافیزیکیه یعنی معلوم نیست بالاخره در چه دوره ای از این روح حالا فرهنگی از این از این ذهن اتفاقا خیلی والایش یافته پرتاوی به ما برسه که وقتی هم رسید ناگهان ظاهرا همه چیز درست میشه و همه چیز خوب میشه یا از اون تاریخ به بعد دیگه ما وارد عصر روشنگری میشیم ببینید اینطوری نیست عرصه ها در هم تنیدند دین علم و فلسفه اینقدر مرز مشخص ندارن اولا حدی از دین ظرفیتی رو برای تفسیر اقلانی از متن مقدس باز گذاشته شما حتی در فلسفه اسلامی هم اینو می‌بینید هم نزد ابن سینا می‌بینید، هم نزد حکمای باطنیگرای مثل مثلا ناصر خسرو یعنی نگاه به جهان اتفاقا برای بینش دینی موضوعیت داره و محل امر عقلانیه به خصوص نگاه های به دین که سعی میکنن خدا رو متعالی بکنند تنزیهی بکنند ببرنش به یک لامکان و لا زمانی و وقتی بتونن این کارو بکنن عرصه باستر میشن. برای بینش فلسفی در جهان مقابل ما بذارید دو نکته رو به آقای جدکی در میان بگذارم سوالی که میکنم در ابتدا مربوط به همون امکان یافتن مفر یا عدم امکان چنین مفری هست شما فکر میکنید واقعا راه حلی برای ما ایرانی ها میگذاره آرامش دوستدار یمان چی هست؟ پیگمان شما حساب کنید چیزی که دوست ما میگه اصلا این چنین نیست که یک سری آدم ها باید برسن یه سری بر مردا بیان و تاریخو گوش راین همونجور که گفتم این روش فلسفی دوستار یک روش پیده است یعنی یک روش آموزشیه و این ولی آمود. ما رو ناتوان از در پیش گرفتن چه این روشی می میبینه نه؟ پرسیدن سخته پرسش سخته و این احتیاج به همراه داره شما خیلی کسایی میگن که دوستدار اهل دیالوگ نبوده و دیالوگ بنیان اندیشیدن دوستان ما خیال میکنن دیالوگ یعنی نوشخاری به سبک ایرانی که وقتی حریفان دو پیک جام زدن همدیگه رو ببوسن خیر دیالوگ یعنی مبارزه یعنی چالش یعنی دشمنی یک جامعه یک جامعه یک یک ساختار کلیه اما در ساختار جامعه ایشون میگه دین یک سری زیر ساختارا هستن امه. که اینا گرایششون اینه که تمام اون ساختار رو فرا بگیرن و اون ساختار رو زیر تس... تسلط تسلط, تسلط خودشون. بر اون چیره بشن به گونه ای که اون ساختار رو تعریف کنند دین یکی از این چیزاست در همیشه این قدرت داره الان در عصر حاضر در دوران همروزگار اقتصاد چه نیش نقش پیدا کرد بله ولی وقتی راجع به دین صحبت میکنه راجب اون زیرساختی صحبت میکنه که گویی ما توانایی نزدیک شدن بهش رو هم این نداریم اتفاقا این ده. ما رو برمیگردونه این این به نقطه دین در اروپا هم بوده, هم بوده. بله. ولی چیزش کردن اینو مهارش کردن ملتی اندیشه یونانی اونجا بوده برای اینکه همون وقتی هم که شما وقتی میگن که یکی دیگه میگن که خب اصلا دوستا میگه که هگل هم خداشناس ناسپیده خب باشه چه ربطی داره چه ربطی داره خدای اون اینکه هگل ولی از اجازه بدید برگردیم به نکته دیگه ای که آقای ملایری گفتن اتفاقا وقتی که آرامش دوستا راجع به دین صحبت میکنه گویی راجع به یک زیر ساختی صحبت میکنه که اصلا نمیتونیم نزدیکش بشیم ما ایرانی نمیتونیم در موردش پرسشگری پیشه کنیم و این در واقع ناشی از این دیدگاهش که ساحت های دین فلسفه و علم به کلی متفاوت هستند و منطق متفاوتی جو به همون علتی که گفتم اون آیا منطقه... این در واقع متافیزیکی نیست به گفته ایشون اه. یعنی مثل دونکی شد انگار سه تا ساحت اون بالا کاملا مجزا از هم با هم دارن می جنگن و هیچ رفتی به این وجود نداره در شایدی که می بینیم مثلا علم در یه دوره در جامعه اسلامی با. از در دوره قرون وسطا از علم در جامعه که غربی نامیده میشن حالا جلوتر بوده و این خیلی زیادی از از دل, دل در واقع اندیشه دینی در اومده خیلی دل... از دل اندیشه یونانی در اومده یعنی شما یعنی علم <applause> <تصفح> در جامعه اسلامی منحصرا از یعنی <applause> <تصفح> 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 از چیزی که اومده بعدن و این که یک ببینید اسلام با دین اسلام مجبور شده در یک زهرش از زهرش کاسته بشه برای اینکه وارد یک تمدن شده وقتی از این وارد تمدن شده یک تمدن نیازمند به یه سری چیزا یکی از چیزاش دانش، دانش احتیاج داره یه سری چیزا رو ایجاد کنه پس, و ف... پس دانش ایجاد کرد دانش بر پایه‌ی فر... فر... چیزی که بوده بر پایه یونانی بوده مسئله این نیست که دانش نمیتونه باشه ببین مسئله مسئله اصلی استیلای دینه و جولوگی این این اصل پرسیج دوست داره و وقتی که دوست ما میگه این مثالی که انتخاب میکنه مثالی که برای خودش بخواد اتفاقا این اصلا متافیزیکی نیست این یک این روکرد فنومنولوژیکه یعنی ما نمودار رو میگیریم که بر پایه اون نمودا برگردیم اون ذاتش رو نشون بدیم ذاتش به نشون بدیم گفتن ببینید دست کم آثار متن آقای دوستار این دیالوگ محوری رو نشون نمیده از قضا حتی در مقدمه هاش یعنی من میخوام اینو بگم که آثار آقای دوستار از قضا باز تولید کننده امتناع تفکر خودش چرا چون به شما یک بینش بسیار بسته ای رو ارائه میده که شما یا مجبور اونو قبول بکنی یا نکنی یعنی ایمان داشته باشی یک سرسپردگی داشته باشی و اگر بخوایم در خارج از این چارچوب فکر کنی شماتت میشی فرهنگ ایرانی برای آقای, برای آقای دوستار یک شخص یک آدمه مثل شما یک نفر هستید یک سرگذشت دارید و یک سرنوشت محتوم دارید در صورتی که فرهنگ یک یک, یک, یک کل متکثر که سرگذشت های مختلف داره روایت های مختلف داره بر اساس بافت مشخص جغرافیایی و مکانی زمانی این یک بعدم شما وقتی میگید فرهنگ دینی نمیشه توش فکر کرد خب بعد بپرسین چطور به همچین نتیجه رسیدید چرا چون این اتفاقی افتاده آیا فرزن ما قدرت سیاسی آیا شعنی قائل بوده از حیث حقوقی و عرفی برای علم برای دانش آیا ما اونقدر مازاد ثروت داشتیم حالا از طریق بردهداری یا هر شکل دیگه از تولید اقتصادی که بتونن ببنیانهای... یک سری بشینن خیلی دوش که... مثلا ناب و فلسفی که به بنیانهای مادی اینکه چرا چنین بودیم و چنین هستیم به هیچ وجه به هیچ وجه فقط ما نمیتونیم اندیشه کنیم چون دینی هستیم مشکل اینه که ما وقتی که داریم با یه فیلسوف رو در رو میشیم نمیتونیم پرسش هایی که پرسش خودمونه بگیم چرا تو اون پرسش رو نکردی؟ چرا اینو نگفتی؟ اولین کار که شما با یه فیلسوف میکنین اول ببینین اون چی میگه و وقتی اون چیزی که میگه دریافتیم با توجه به پرسش های خود ما اونو شیک بدیم ببینین من فلسفه خوندم دکتر روی فلسفه گرفتم ولی آدم که نمیتونه بگه فیلسوف وقتی میدونه هگل هست کانت هز این اینا هست یه مثالی میزنه میگه که فیلسوف کارمند بشریته در این در این سلسله مراتب اداری یکی وزیره یکی دا... چیزی آدم هم در نهایت در سطح آدم خودش میتونه آبدارچی اون اداره باشه آبدارچی فیلسوف باشه ولی اون آبدارچی هم این توانایی داره که اون بزرگانو در... نه که بگه هگل اشتباه گفت کانت اشتباه گفت این بعد اینو میگفت هگل و کانت رو با پایه پرسش هایی که خودش ولی ما هیچ کدوم تز نمی نوشتیم اگه تونستیم تز بنویسیم به این علت بوده که به یه سری پرسش ها اینا رو نزدیک بهش کردیم قولای فلسفه ای بودن که به اینجوری کردن شما با یک فلسفه فیلسوف فقط آقای, آقای... ولی قولهای فلسفه رو هم میشه نقد کرد اتفاقا بله. به این, شکل... حرف من ای به این شکل حرف من این بود بله. حرف ای بود بله. نه خیلی میگن خیلی... که خی بعضی از فیلسوف ها در واقع روایتگر تأخیر جامعه بودن منظورم چیه؟ مثلا هگل میگن اومد نگاه کرد و دید در قیاس با انگلستان و فرانسه آلمان اون زمان تأخیر داره تأخیر تاریخی داره دیگه داشت دیگه رشدیافته نبود یافته به معنی جامعه صنعتی توسعه یافته میگه امروز این اومد یه ایدولوژی درست کرد یه فلسفه درست کرد که بیان کنه تاخیر تاریخی آلمان رو نه. به نظر میرسه نظریه آرامش دوست دارم در واقع ایدئولوژی که برای اینکه بیاد تاخیر تاریخی ایران رو بیان کنه منتها این تاخیر تاریخی رو به جای اینکه بیاد با توضیح های مادی که چرا ایران چنین شد بیان کنه میره سراغ اینکه ما چرا دیندار هستیم و چرا دینداریمون به ناپرسشگریمون میانجام به عبارت دیگه فلسفه آرامشی دوست دارم مثل فلسفه هگل مثل بعضی از فیلسوف در ژاپن هم داشتن در چین هم داشتن این فلسفه که میگه چرا ما عقب مانده هستیم اگر ما اینجوری به پذیریمش اون وقت بهتر میتونیم ببینیم و بهتر میتونیم نقد کنیم برای اینکه وقت میگیم به عنوان یک فیلسوف اومده چنین حرف زده در صورتی که جامعه شناسی دلیل دیگه پیدا میکنه تاریخ یه دلیل دیگه یه شکل دیگه میبینه تاخیر تاریخی ما رو شما یه پر... پای پرسش شما یک ام... یک تزه که اون تز میخواد بگه اصلا گرایش فلسفی چیه که اون تز آیا باید قبول کرد یا نکرد یه خودش احتیاج به داره و بر پایه این می‌خوایم بگید پس دوست اینجوری بوده و نمیشه وارد این نو پرسش شما کرد برای اینکه پرسش شما یک پیشورزی داره که این پیش‌فرض پروبلماتیکه چی که اینکه میگین دوستان همین ندارم به نظرتون نه من دارم یه دارن از... که نه ببین این تز داشتن تز داشتن تز داشتن که اصلا مهم نیست که بله. تقلی گرایی باشه نه نباشه بله. تز شما باید داشته باشین بر پایه اون تز بتونید یک دید کلی داشته باشید امه. و این دید کلی رو داشته باشین ولی اون دید میتونه خیلی کلی باشه بله. میشه مثل کانت هگل بله بله. شما گفتین فلسفه هگل برای این بوده که تاخیر جو این یه تزه که باید ثابت بشه ولی ولی خانش ولی هگل میگه که بوم اندیشیدن آخر شب میرسه یعنی همیشه دیر میرسه این باید. دیر رسیدنش دلیل تاریخ چیزش نیست بلت اون کندی برای کندی اندیشیدن باشه باید. وقتی که شب فرا میرسه اون بوم اون جغد میاندیشه همیشه کم عقبه بله امتناع تفکر رو میخونی میبینی که یک بغز جدی درش هست نسبت به انسان ایرانی گویی نسبت به خودش هم داره حرف میزنه و اون وقت راه باز میشه برای این تفسیری که من گفتم نظریهش راجب این که چرا ما تأخیر داریم و این رو با حب و بغز بیان میکنه حب نسبت به یونانی ها بغز نسبت به خودمون و شاید این یه مقدار راه گوشه باشه در فهم آرامش دوستان نیست شما نیچه رو خیلی بدتر از این میگه به همه کسا یعنی <applause> <جسان> شما نمیده <applause> ببینید شما یه چیز از وقتی زبان یک فیلسوف نگاه میکنید نمیتونید بگین این چرا اینجوری گفت بعد اینجوری میگفت که مثلا مهربون درسته یعنی شما اون زبانش هم باید در نهایت من سعی کردم بگم که سعی کردم بگم که گرایش کلی فلسفه دوستار اون اون آموزش پرورش 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 پیده برد یا برد پرورش در این پرورش زبانی برای اون پروردگی یا ناپروردگی برمیزید آقای ملایری شما هیچ نکته مثبتی هیچ جنبه راهگوشایی در آثار آرامش دوستار نمیبینی واقعا چون تا اینجا که صحبت کردی کاملا مردود گرانه و محکوم گرانه بوده من پیش از پاسخ به پرسش شما چون اشاره به نیچه شد چون میگن که دوستدار متکی به نیچه و متاثر به نیچه هم بوده و نیچه شناسی هم بوده احتمالا شکی هم درش نیست اما اینکه آثار ایشون چقدر بهره برده از پنداشت نیچه خودش یک بحثیه نیچه یکی جدیترین و اوریان ترین حملات رو به متافیزیک غرب کرده و اتفاقا تفکر نیچه گسستی از اون فلسفه آگاهی ناب دکارتی که یه منی گسست در گسستگی کامل از جهان وایستاده و میشینه جهان رو تعریف کردن آه. و اتفاقا باز میکنه برای تکسر برای شکوندن تمام سازه های ناب و والایش یافته و متافیزیکی آه. چقدر این داره در آثار ات... از ات... دوست داره اتفاق میفته به نظر من هیچ اما برگردیم به صحبت شما که آیا هیچ بهره ای ما از آقای دوستار نمیتونیم ببریم خیلی پرسش جالبی هست چون با تجربه زیسته ما درگیره من دانشوی ادبیات بودم و هستم و وقتی شروع کردم آثار دوست آقای دوستا رو خوندن شروع کردم یک حظ وافری بردن به خاطر اینکه در فضای دانشگاه ادبیات ایران شما مملو از روایت های به اصطلاح نابگرایانه ای که مدام در حال اینن که فرهنگ ایرانی اسلامی رو حالا به نحوی به هم جوشش بدن و در از از تداوم یک فرهنگ و روح ناب ایرانی صحبت کنن که تا به امروز پادزهر من... این آرامش آره. دوستار بود من انقدر مملو شده بودیم از این روایت که دوستار دوستدار مثل قدیما که میگفتن یه استخونی سوا کنیم پای روزه بشینیم همین کار کرده رو برای من داشت یعنی آدم میگه آخیش دلم خنک شد ولی همینه بعد شما میرید میخونید میفهمید از توش یه نگاه متافیزیکی دیگه ای در میاد اون چیزی که باعث افسوس من هست اینه که شما در جای جای آثار دوستدار میبینید که دوستدار به بدیهی شده ها اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن taken for granted <applause> یعنی یک چیزی رو ما گرفتیم بدیهی پنداشتیم و صلب و تجریدش کردیم و دیگه هم زیر پرسش نمیگیریم از این حرف میزنه و در حقیقت این تعریف ایدئولوژی هست در سنت مارکسیسی <applause> <applause> <مرتاقا آقای> دوستدار <applause> داره نقد به ایدئولوژی ای کاش اینطور بود اگر نقد ایدولوژی بود شما می رفتید بر اساس ساختار اجتماعی مشخص بافت تاریخی و جغرافیایی مشخص ایدولوژی که شکل گرفته اعم از در فلسفه در دین آخه دوگمگرایی که فقط در دین نیست شما در فلسفه هم میتونید خشن ترین دیسکورس رو وجود اجازه بدید آقای خیلی میگن نقد ایدولوژی در واقع نقد مفاهیمی است که بدیهی انگاشته شده بله. آرامش دوستار این مفاهیمی که بدیهی انگاشته میشه رو به نقد نمیکشه اصلا فلسفهش برای اینه که چرا ما بدیهی میانگاریم چرا ما به پرسش نمیکشیم. کشیم همین دیگه این این یه <applause> چیز شبیه قور زدن شما هی دارین صورت مسئله رو تکرار میکنید گزاره ای رو پیش نمی کشید یعنی بعد برید بگید اوکی این یک گزاره بدیهی انگاشته شده است در فلان اثر به خاطر اینکه در فلان چارچوب تاریخی شکل گرفته و اینم کارکردش بذارید من یه بذارید من یه گزاره رو بذارید من, گزاره... آقای... آقای... من یه گزاره رو پیش بکشم که آقای دوستار تر کرده یعنی نقل می‌کنم ازشون ایشون میاد مقایسه میکنه خدای زرتشتی رو با خدای اسلامی میگه خدای زرتشتی همیشه فقط گوینده نیست گاه شنونده هم هست در مقام مقایسه متون رو م... نگاه وقتی میخونی میدونی این متون رو خونده آرام میشه دوست دار. خب وقتی مقایسه میکنه میبینه که خدای اسلامی خدای شنونده نیست اصلا همیشه خدای گوینده است خب این گزاره ها رو طرح میکنه دیگه و از این را نقد میکنه فرهنگی رو که توش شنونده بودن خداوند به کلی ممتنعه و فرد که شنونده است فرد مؤمن این, نه یک این یک تفسیری از خدا و مؤمن در دین اسلام هست ولی به حال بل... است که برای پروراند پروراندن ولی از درون همین فرهنگ اسلامی میراث های فرهنگی به وجود اومده بیرون که اصلا الزاماً اینطوری نیست یعنی فرزن تصوف اسلامی که از قضا برای آقای دوستار هیچ محلی از اعراب نداره و خمودگیست و اندیشه درش تعطیله چنین کاری ب... کرده ب... یعنی آره از طریق اه... حتی میشه گفت یک جور نقد شریعت و ادامه دادن اون مسیر باطنی اقلانی که در اسمالیه بود و بعد رسید به و تبدیل شد به تصوف اتفاقا رابطه بین تجربه زیسته و اون ایمان فردی رو با امر مقدس رو فوکوس میکنه تمرکز میکنه به جای اینکه بخواد خیلی سیستمیک و آینی و مناسکی و در حد یک سری عقاید به دین نگاه کنه اتفاقا تصوف اسلامی علیه این منطق داره عمل میکنه و این تجربه و رو آرامش دوستار نمیبینه ببینید دوست عزیز ما میگه که دوستار فقط راجع به فرهنگ ایرانی حرف زده اینو به عنوان به نظر من اومد که شما اینو به عنوان یک نقد استفاده کردید از این جهت گفتم که غیر تطبیقیه نه برای اینکه اصلا نمیخواد تطبیقی باشه ولاد اینکه شما نمیتونید وقتی اون همه اصل گذشته به اینکه ما چجور نمیتونیم بفهمیم فلسفه رو و فقط یاد گرفتیم که مثلا اسم نیچ و دیگران رو بیاریم و خیال کنیم تطبیقی داریم انجام میدیم دانش این نه اصلا من ببینیم ما این ما این بخ... نه دفتم. من خودش میگم من بود شما چطور ممکنه بگی دین در تفکر دینی نه نه تفکر دارن... ممکن نیست بعد نیاد اسلام و با مسیحیت در قرون وسطا دست کم تطبیق کنید که حکمتون رو ثابت کنید اجازه بدین این دانش آموخته فلسفه غرب این چیزا رو میدونه دار طرف. من هم دارم براتون تو میگم اون دانش آموختگیشو در چه کاری داره میزنه شما میگین که الان توی ایران همه همه هرمنوتیک شناس شدن و همه چی میگن هرمنوتیکه ولی کدوم هرمنوتیکی از دیگران شنیدن دوستا در پایان کتاب آرامش در امتناع تفکر بخشی داره در به فردوسی این یکی از مهمترین نوشته فلسفی توی زبان فارسی این چند وقت است برای اینکه بدون اینکه بخواد ادا در بیاره بگه هرمنوتیک فلان کس چی گفته چی گفت برای شما نشون میده که یعنی چی هرمنوتیک چجور متنو متن بخونید چجور متن بازسازی کنید و این اندیشیدنه اندیشیدن حسن. یعنی این ف... یعنی شما وارد اندیشیدن یعنی, یعنی چی... وارد این بشین که شما توی اون بحثی که داری میکنید به خودمون فکر کنید نه اینکه بگین فلان کس چی گفت فلان کس چی گفت شما بهش نشون بدید چرا بر این اساس شما فکر میکنید که مثلا بسیاری از چهرهای ادبی ما بر این اساس اندیشه نکرد ببینید همون مثال حافظو که زدید اگه شما مقدمه چیزی بس... به حساب حافظ اندیشه اجازه بدید شما همون امتناع تفکر یه بخش زیادی راجع به حافظ نوشتید شما میتونید اصلا موافق نباشید من میتونم به عنوان کسی که حافظو خونه ولی چیزی که دوستدار نوشته راجع به حافظ رو دقیق خونده اگه شما مخالف اون چیزی که هستید دوستار میگه که بیا بیا وسط میدون نشون بده من اشتباه کردم نه اینکه بگی حافظ میتونست بگی برای اینکه تصوف این کارو کرد ما میدونیم 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 این, دوستار این دوستار بیا وسط میدون نشون بده اون چیزی که من اشتباه کردم دوستار شما دوستار شما اگه بزر... داری بگو من اشتباه کردم شما باید, شما باید بزر... بزر... بتونید متن فلسفی رو جوری بخونید که انگار شما مخاطب بله. بله. اجازه بده. آقای جودکی درسته دوستار حافظو خوب خونده شاهنامه رو خوب خونده این رو به خصوص توی کتاب امتناع تفکر میبینید ولی احساس میکنید متن که... پایی رو همه رو خوب خونده بله بله بله, بله, اجازه بدید. ولی احساس اجازه بله بدین بله 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 چون گفته باید مخاطب فلسفه باشید تا بفهمید نه خیر شما باید خودتون مخاطب ببینید خب این در حقیقت ادامه همون نخبه گرایی یعنی یا از ما یا مثل ما فکر میکنید مخاطب اجازه بدید درسته حافظ شاهنامه و اینها رو خوب خونده ولی فکر میکنید واقعا تفسیری که از اینها داره درسته مثلا زیرکی حافظ به عنوان یک فرد دیندار در عین حال فردی که مانور میده که خلل شریعت رو پیدا کنه و این تناقض ها رو در شعر بیاره این رو میبینه نه یا در مورد شاهنامه میگه شاهنامه با خداوند جان و خرد شروع میکنه خدای زرتشتیه از نظر آرامش دوستاری این توصیفات توصیفات خدای زرتشتی ولی به خدای اسلامی میرسه خب دوستار نمیبینه که شاهنامه اتفاقا بیان در واقع مفرهایی است که انسان ایرانی پیدا میکنه طوری که اسلام رو به میشه گفت در واقع به مفاهیم خاص خودش در بیاره چه چیزایی نمیشه دید حتما چنین چیزایی باید ببینه ولی در یک چیز کلی شما باید اولین رو باش اصل کاری که باعث امتناع ناممکنیو رو یعنی در حافظ امتناع تفکر میبینه دیگه <applause> <applause> ببینید شما گفتید این فقط تفسیر خودش اندیشه اندیشه یک بیان خیلی فردیه ولی نه اینکه فرد من فرد من نه که تو نصف فردی که تونسته به فردیتش بری اندیشه مثل یه شرابیه که شما باید تو خم خودتون بریزید از اون بیاد بیرون و بعد این به علت میشه شما میگین که باید مخاطب فلان چیز باشه متن فلسفی متن فلسفی اینه که شما اتفاقا در دسترس همگانه چرا دوستور از از رازی حرف میزنه اصلا علت اهمیت رازی چیه علت اهمیت رازی اتفاقا برخلاف همون چیزی که شما میگید راضی چرا مخالف پیغمبریه چرا مخالف نبوته برای اینکه معتقده که نبوت بین آدما تفاوت, تفاوت, در حالی که در حالی که رازی معتقده همه آدمها توانایی توانایی درک برابر دارن دریافت برابر فقط باید براش کوشش کنن آی دکتر این حرف کاملا درسته همونطور که اول گفتم آتی در نقد هم جایی داره یادیم هم کنیم از آقای دکتر نیکفر محمد رزا نیکفر که نقد من هم در راستای رو کرده ایشون هست در کتاب ایدئولوژی ایرانی بحث همونطور که گفتم اگه ما بخوایم سر مثال هایی که آقای دوستار آوردم بحث کنیم همچنان اون سازه اصلی پیشینی آقای دوستار دست نخورده باقی میمونه که بر اون اساس حکم میکنه سوا میکنه گزینش میکنه ده. و در مثالاش بر اساس کلان روایتش اون روایت باب طبع خودش رو تنظیم میکنه این حرف درسته اما موضوع اینه که میشه همین رو کرد و برای کسانی دیگه هم استفاده کرد میشه ظرفیت هایی که گشایش ایجاد میکنن در فضای بسته در فضایی که رو... در... در گشایش ایجاد میکنن درون در یک هژمونی فرهنگی و فکر این مثلا میشکنن. حافظ فکر حافظ مثلا این ظرفیت ها رو ایجاد کرده در قطعا شدید. خیلی لا. هم پیشرفته و توسعه یافته حافظ این کار رو میکنه چرا؟ شما یه مثال براتون میزنم ما یه گزاره خیلی آشنا داریم در ادبیات فارسی که فلک حقبازی که گزرایی داریم و فلکی که باز هست اون چیزی که داریم و از ما میگیره و این حرفا حافظ چیکار کار میکنه؟ حالا غیر از این که میگه فلک رو برهم میزنم اگر غیر مراد من گردد من زبونی نمیکشم از فلک که خب یک روی روی روی, روی پرسش گرایان گران. است با این یه قدم جلوتر میبره و با تنز خطاب به زاهدانی که حافظ رو تکفیر میکردن میگه آقا شما به ما انگ میزنید ما رو ملامت میکنید به ما کف میدید میگه خب اینم بازی فلک دیگه تقدیر ما هم این بوده ببینید اینجا حافظ به بازی گرفته یک گزاره, گزاره ایدئولوژیک ایدئولوژیکو که برای اینکه مقابله کنه با بره. زاهدان متعصب بره. و این یعنی چی یعنی حافظ یک خداگاهی نسبی به ایدئولوژیک بودن این گزاره داشته که تونسته باش طنز به این رو در شعر میاره که البته به نحوی میاره که بنا به نظر آرامش دوستدار در مایه فریفتگی میشه چنان در صناعات ادبی این رو <تصفح> اشکال نداره یعنی شما این کارو بکنید <تصفح> اتفاقا یعنی همین اون چیزی که من گفتم ببینید با یه دید فلسف... یه دیدگاه فلسفی فقط اون کلیتی که گفتم پرسش پرسش هایی که میاره نوسیون ها فرایافتایی که میاره و گزاره هایی که میاره اینا یک دیدگاهه ولی یک دیدگاه یک دیدگاهه یک دیدگاه نیازمند دیدگاه های دیگه است خود اون پ... اندیشمندی که به اونجا رسید میدونه اگه شما بتونید به حافظ هم اینطور بود همین شما اگه باید. تونستین یعنی ادامه اون کاره در حقیقت دوستا یک دوستا بله. در فرهنگ دینی باله. من حرف راجب رازی رو قبول دارم باله. باله. ولی شما از کجا به این نتیجه میرسید که پس در دین فکر کردن ممتنه و ایرانی نمیتونه فکر از این نظریه ها ایدئولوژی ها اندیشه هایی که راجب وضعیت حال حاضر ما حرف میزنن و اینکه دو مشکل هستیم این از کجا ناشی میشه اینها اغلب یه رگه نوستالژیک دارن آرامش دوستار خیلی سعی میکنه این رو مخفی نگه داره نمیدونم آمدانی یا نه ولی میبینی اینجا اونجا مثلا وقتی راجع به ایران باستان صحبت میکنه میگه ایران باستان وحدت ملی داشت دین بومی داشت و دولت بزرگ سراسری داشت اصلا احساس میکنی این تمجید از این رو خب تمجید از این که <تصفح> ایران باستان وجود داره ولی 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 در مقام مقایسه اعراب رو واقعا اگر نجات پرستی نباشه من نمیدونم چه چیز دیگه میگه اعراب از نیستی به هستی اومدن اعراب هیچی نداشتن با اسلام پا به صحنه تاریخ گذاشتن این قضاوت ها رو شما میپذیری یعنی ای ای ابن خلدون هم میگه ابن خلدون هم بگه شاید <applause> ابن, ابن میگه یعنی هم... در حقیقت نقش اسلامو داره میگه نه اینکه برای تخریب خاردشی خلدون... برای عربا باشه ابن خلدون کی... میگه اعراب با عصبیت بل. خودشون رو صحنه تاریخ به منصه ظهور بله خلدون من فکر نمی کنم گفته باشه که از نیستی به هستی رسیدن بله. یعنی شما وقتی که آرامش دوستا رو می خونی فکر می‌کنی عرب هیچ نبود ایران وحدت ملی دین بومی و دولت بزرگ سراسری داشت باید. و عرب اومدن <applause> اینا هیچ بودیم ستایش نیست اینا یک داده تاریخیه شما نمیتونید بگین چون ایرانی باید. نداشتن داشتن نمیتونید بگین مثلا امپراتوری نبوده برای اینکه ما خیال کنیم این نوستالژی منظورم اینه که آرامش دوستار هم نسبت به ایران باستان هم نسبت به اعراب هم نسبت به آینه زرتشتی فوق العاده در واقع افکار متناقض داره مثلا در مورد ایران چنین میگه ولی در این حال میگه که اعراب چنین اومدن و در واقع در مورد اعراب هم افکارش متناقض از یک طرف میگه از نیستی به هستی اومدن هیچ نداشتن از طرف دیگه میگه که حس ما نسبت به اعراب حس در واقع از سر حسادت به این داری که ما ایرانی ها میگیم چرا ما اسلام رو نزاییدیم درست نکنیم، چرا اعراب چلین کردن این رویکرد شوبیه که به این میگه در مورد شوبیه میگه ولی در مورد اعراب همیشه دوستان اینو توی کتابش هم نوشته میگه که دارن میگن انقلاب حمله دوباره اعرابه میگه چرا اینا میخوان این حمله دوباره اسلامه این هم نکته جالبیه بله حمله دوباره اسلامه یعنی اصلا نه توش عرب ستیزی است راجب اینکه ایرانی ها دین داشتن چیز داشتن این تمجید نیست یه داده تاریخیه مرة مرة ما نمیتونیم بگیم چون نداشتن لحن دوستار... دوستار رو در کتابش میبینی حس میکنی که اون زیری در واقع حدی از اینکه ما چنین بودیم و عرب چنین کردن با ما هست دیگه ولی نکته نکته حمله دوم عرب نکته جالبی که آرامش دوستار میگه آرامش دوستار میگه که ما میگیم حمله عرب و حتی در مورد انقلاب میگیم حمله دوم اعراب البته ما یه عده ایم برای اینکه در واقع خودمون رو سرزنش نکنیم که مسلمان شدیم یک در واقع نگاه سایکولوژی نگاه روانشناختی داره میگه ما از حمله اسلام حرف نمیزنیم از حمله اعراب حرف میزنیم که در واقع حامل پیام بودن بحث من این بود که منطقایی دوستدار اون مای فراتاریخی ثابت تک روایتی و تک بودی رو همچنان حفظ میکنه یکی میاد این رو تبدیل میکنه به ایدولوژی آرمان شهری بسیار بسیار والا یکی ماس آقای دوستدار همین ما رو حفظ میکنه میگه که بدبخت نمیتونه فکر کنه دینی فلان اینا خب این یک به اعراب و اسلام خب خب میشه گفتش که یک 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 نقد فرهنگی خب طبیعیه باشه من قبول میکنم حرف شما رو اما یک یک نکته بهتون بگم بحث سر اینه صحبت های آقای دکترم برای من هنوز لایحل مونده که چرا اساسا ما باید انتظار داشته باشیم که دین و بخو... همچنین دین اسلام باید یک دستگاه نظری و در حد فلسفه حتما قادر باشه ارائه بده اصلا چرا باید ما د... این پرسشگری فلسفی ناب رو معیار قضاوت برای تمام عرصه های فرهنگی تاریخ ایران در نظر بگیریم بحث من مشکل من اینه بله، چرا این سوال به نقد اولیتون که چرا چنین تعمیم میده چنین ذاتگرایانه نگاه میکنه ولی منظور این است که به رغم این ذاتگرایی ای که شما متقد هستید آرامش دوستار پیشه میکنه یه جاهایی نگاه نافذی داره به بعضی از قضايا دو از جمله رابطه م... ما با عرام به چی خط میشه آقای کریمی؟ بذارید دلالت های این, این نقد رو ببینید ببینید الان به واسطه تجربه که ما از حکومت دینی داریم طبیعتا نگاه انتقادی رادیکال به دین داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه اتفاقا خیلی خوبه چون ما اون وقت باید بفهمیم تعصب دینی چجوری شکل میگیره دین چطوری از توش استبداد میاد بیرون دین چطوری مقاومت میکنه در مقابل پرسشگری فلسفی ولی آقای دوستار اینا رو هیچ کدوم را، یعنی هیچ به اصطلاح هرسی رو برای فهم تک تک این مسائل به ما نمیده اونشون فقط گفته ما نمیتونیم فکر کنیم چون دین خو هستیم نتیجه چیه اتفاقا نتیجه خیلی خطرناک تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم چون قراره که اصولا هر کی که مسلمانه و ایمان دینی داره ایمان شخصی دینی داره نه علیه فلسفه است نه بینش عقلانی رو داره محکوم میکنه بر از نیاز عاطفی داره به ایمان دینی و داره سیراب میشه از این فرهنگ اسلامی در ایران همچین فردی رو شما میخواید در فردای گزار سیاسی اجتماعی ایران باهاش چطور برخورد کنید بگید آه تو مسلمونی پس فکر نمی کنی پس برو هاشیه پس برو توی لایه های دست چندم اجتماع فقط افرادی که ضد دینن ضد مسلمونن و, و هوادار یک بینش فلسفی ناب پرسشگر هستن که بنده هنوز نمیدونم دقیقا این چیه اونها فقط اجازه دارن که در موضع فرادستی داشته باش چیزی دوست نمیگه شما شما یه سری چیزا نسبت با... آخه شما یه سری چیزها رو باید نسبت بدین که بخونه به یک نفر اندیشیدن این نیست که اندیشمند هر روز نمیتونه بیاندیشه هیچ آدمی نمیاندیشه چون همی... همیشه هم خود دوست دارم نوشته راجب به چیرگی روزمرگی در روزمرگی ما نمیاندیشیم و بیشتر زمان زندگی ما به روزمرگی معتقد هستید که آره آرامش دوستان به این چیزی که آقای ملایری میگه نمیرسه. نمیرسه برای اینکه شما روزمرگی جز ما روزمره هستیم هممون روزمره هستیم بله. ولی فرقی که هست دوستار میخواد بگه روزمرگی در فرهنگ دینی با روزمرگی در فرهنگ دیگه فرق داره و اینکه دین نمیخواد دین بپرسه اصلا ای ای با دین ده ده این نمیخواد دین بپرسه آقای دکتر روزمرگی ابعاد مختلفی داره همین توی 4 دقیقه پادکستی راجع روزمرگی صحبت میکنم چون آرامش دوستار خیلی راجع به این حرف میزنه ولی در برنامه نشد بگذارید در 4 دقیقه پادکستی راجع به این کنیم با آخر پرگار این هفته میرسیم ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه آرش جودکی و سالور ملایری پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید ما اون رو شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه کندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمن این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور رو تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روزشب بر همه شما خوش.